وقتی یک ایماندار با یک بی ایمان ازدواج میکنه، معمولا باید در خصوص ایمان خود دست به سازشکاری بزنه و برای خوشنود ساختن همسر خود از خدا نااطاعتی کنه. یک راه صحیح و عاقلانه نظرخواهی از والدین میباشه. ما باید همیشه به والدین خودمون احترام بگذاریم. یک فرزند عاقل از والدین خودش نظرخواهی میکنه. شکی نیست که ایشون ما را بهتر از هر کسی دیگه ای میشناسن. اگر پدر و مادر در مورد ازدواج قریب الوقوع ما نگرانن، خیلی مهمه که دلیلش رو پیدا کنیم. شاید نظراتی راجع به خصوصیات فردی که قصد ازدواج با او رو داریم یا در مورد تاریخ ازدواجمون داشته باشن. وقتی از ایشون مشورت خواستیم و از رضایت ایشان اطمینان حاصل کردیم، میتونیم بر حمایت و کمک ایشون در سختی‌ها هم حساب کنیم. دوستان، ازدواج در مسیحیت رابطه استوار بر یک عهد که در آن یک مرد و یک زن خود را نسبت به یکدیگر برای تمام عمر متحد می‌سازند. ازدواج سفری به درازای عمر که در آن خدا به ما فرصت میده تا یاد بگیریم که چطور از فرایند تسویه‌ای که تدارک دیده تا ما را به شباهت خود درآورده و عبور کنیم و بدین ترتیب بر محبتش توکل کنیم. در قلب این عهد ازدواج مفهوم کتاب مقدس درباره یک بدن شدن قرار داره. بعضی به اشتباه تصور میکنن که یک بدن شدن فقط به رابطه جسمانی زن و شوهر اشاره داره، اما این مفهوم از این فراتر رفته، شامل رابطه صمیمی و دل به دل میشه. این صمیمیت شامل هویتی مشترک میگرده که طی اون زن و شوهر یاد میگیرن که درباره خود در قالب ما فکر کنند، نه من. خدا در طرح مقدس خود در نظر داشت که زن و مرد در ازدواج با یکدیگر کاملا باز و صادقانه زندگی کنند، طوری که هر کدوم بتونه احساسات و نیازهای خود را با دیگری در میون بگذاره. خواست و کمال مطلوب الهی این بود که هر فردی در شخصیت همسر خود یک فرد امین را پیدا کنه که بتونه با او خودش باشه و هر دو یکدیگر را جهت یک بلوغ روحانی تشویق و ترغیب نمایند. صمیمیت زمانی به وجود میاد که دو طرف از وجود یکدیگر امنیت یابند، به گونه ای که از ابراز نیازهای عاطفی و جسمانی خود احساس آسیب پذیری نکنند. فاجعه اینجاست که بسیاری از زوجها در ازدواجی زندگی میکنن که از نظر عاطفی مرده. برای بسیاری ازدواج تبدیل شده به امری ظاهری که آن را فقط برای حفظ ظاهر نگاه داشتن. ازدواجی که دو فرد کاملا تنها را در خود جای داده که از لحاظ عاطفی گویی در حالت طلاق قرار دارند. خب، با همه اینها چاره چیست؟ راه شفا چگونه است؟ راه به سوی شفا باید از قلب ما آغاز بشه. اولین قدم تسلیم و ایمان به عیسی مسیح است. کلام خدا هم به شوهران هم به زنان در افسسیان باب 5 می‌فرماید هم دیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. لطفاً توجه بفرمایید، هم دیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. واقعیت این است که زخمی که شخص از یک ازدواج دردناک احساس میکند، عمیقاً بر رابطهش با خدا تأثیر میذاره. بنابراین راه بازگشت به سوی قلب همسرمون از قلب خودمون آغاز میشه. درست همونگاه که خداوند را میجوییم و از او میخواییم که ما را تفتیش کنه و قلبمون رو پاک بسازه. در کلام خداوند در مزمور 139 می‌خوانیم که خدایا دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما، ببین آیا فساد و نادرستی در من هست، تو مرا به راه
حیات جاوید هدایت فرما. آمین. پس همینطور که ما از خدا میخواهیم که دل ما را تفتیش بکنه، باید مطمئن باشیم که کینه و نفرتی از همسرمون نداریم و پاکی و صفا به او نزدیک هستیم. متاسفانه اون چه که در اکثر ازدواج ها رخ میده اینه که برای احیا شدن تنها به محبت همسرمون تکیه میکنیم و وقتی محبت لازم را نمیبینیم سرخورده و ناامید میشیم. وقتی احساس خلأ میکنیم به دلسوزی به خیشتن و به خشم پناه میبریم. به همین جهت خیلی حیاتیه که بدونیم چطور از روح مقدس خدا پر بشیم و به خداوند توکل کنیم. نبخشیدن یک دشمن مهلک برای صمیمیت در ازدواج هاست. کلام خدا ما را تشویق میکنه تا خطاهای هر روز را همان روز ببخشیم. در کلام خدا در افسیان میخوانیم که خداوند به ما میگه اگر عصبانی شدید اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آن که خورشید غروب کند خشم را از خود دور کنید. و ادامه میده زیرا اگر خشمگین بمانید به شیطان فرصت میدهید که شما را به گناه وادارد. خیلی آسونه که اجازه بدیم زخمهای کوچک در قلبمون آشیانه کنند و مواهب روحانی یگانگی را از ما برو بایند. درست اون زمان که ما مایل نیستیم با یک دیگه دعا کنیم یا دوست داریم وقتمون رو با کسای دیگه یا چیزهای دیگه صرف کنیم، درست همون زمان و همون موقع است که نیاز داریم همسرمون رو ببخشیم. مهم اینه که ما پیش قدم بشیم. بله، ما باید خودمون احساس مسئولیت کنیم و برای ایجاد دوستی و صلح قدم اول رو برداریم.
حال به یه موضوع خیلی مهم دیگه در جهت داشتن یک ازدواج سالم و موفق میپردازیم و اون خدمت به یکدیگر است. عزیزان، ازدواج باید خدمتی دو جانبه باشه.